دوستای عزیزم، متنای عزیزم، السلام علیکم. خدا کنه که جور و صحت مند و سر حال باشین. دوستای عزیز، امروز باز هم در خدمت شما هستم. نوبت آشپزی هست و ما امروز چیزی که در نظر داریم او ماش پلو افغانی هست. بعضی ماش برنج میگه، بعضی ماش پلو میگه. اصلا ماش پلو دوستای عزیز و موادی که ما ضرورت داریم، یک گلاس ماش است و همچنان برنج است، دو نیم گلاس برنج است که من دو نیم گلاس یک گلاس ماش مندازم و همچنان برای برنج خود، برای هابش، برای هاب برنج نمک است و همچنان نیم دانه پیاز است برای نزدیک هاب روغن برنج جور کنیم و دیگه برای هاب روغنش زیره کار است، چهار مساله کار است و همچنان ما از مواده که سوپ مرغ استفاده کردیم، از پودر سوپ است و همچنان یک کمک به خاطر ازیک چهار مساله ما رنگشه، رنگ برنج ما را تیره نکنه، یک کمه کام رنگ شیرین گرفتیم که علاوه بکنم که رنگش روشن شوه. خب دیگه البته در پختش و روغن انداخته میشه بعد از جوشش. دوست عزیز، ما اینجا چون نمایش دادم ما ماش بر شما، ولی ما ماش قبلا تر کردیم و او را جوش دادم. دوست عزیز، ماش هلایده جوش داده میشه، برنج هلایده جوش داده میشه، هر گام ماش با برنج یک جای جوش داده شوه رنگ برنج تغییر میده. دوست عزیز، رنگ ماش که جوش بتین، اینو تیگ هاوا میکشه. ببینین اینو تیگ هاوا میکشه. طبعا هی آب باعث ارگا با برنج اگر یک جای ما ایره جوش بتیم، یکی خویی سخت پس از یعنی دیرتر پخته میشه و برنج زودتر میشه، بنان ای علایده میشه، ماش علایده میشه، برنج علایده میشه. و من ماش خود قبلا جوش دادم، فقط من دادم با برنج یک جایش میکنم و حالا میبینین ها به خود ماندیم و من برنج خود مندازم. دوست عزیز، خب پیش ازی که من برنج خود پرتم هوا نمک مندازم، ما نمک مندازم برای زی که برنج ما بی نمک نبیه، نمکی شود. در آبش ما نمک علاوه میکنیم. بعد ما برنج خود مندازم. خب دوست عزیز، وقتی که ما برنج انداختم در حین حال ما پیاز خود میده کردیم و میخواییم که یک کمک بریان شوه برای هاب روغن برنجم. طبعا وقتی که برنج شما صافه میکنین، دوباره وقتی که برای دم میمانین در پایین زو، ضرورت داریم که شما یک ذره مواد مثل پیاز یا رو بریان کنین و پرتین به خاطر زیک دم بگیره، به خاطر دم برنج. خوبی در جوش است، در جوش میمونیمش. دوست عزیز، برنج خدا، برنج خدا در جوش میمونیم. در این وقت ما پیاز خدا ماندیم. دوست عزیزم، پیاز مثل برنج، مثلا برنج خالی ده که شما پخته میکنین یا درنگ میکنین، ایره مثل ازو قطیره نکنین، بخاطر ازی که ماش برنج اقدر زیاد رنگ تیره کار نداره، فقط امو سفید و سبز که با برنج باشه، برنج سفید و ماش سبز بسیار خوب معلوم میشه. با او خاطر ایره به لذتش میکنیم که بخاطر که برنج ما مزدار شوه. و ده ای ما یکمک هاو میریزم دمی پیاز بریان خود به خاطر آب روغنش. مده پیاز خود آب میریزم به خاطر ضرورت دیگم. اگر برنجتان
سخت مانده بود دونایش آبشه کمک زیادتر پرتنس، اگر کم مانده بود آبشه شما اگر نرم بود آبشه کمتر پرتنس. خب در این حالتی که ما پیازه بریان کردیم و آبش انداختیم، ما زیره و زنچوبی خود و مسالگه که از یخنی مرغ همه علاوه میکنم دوستای عزیز، بیره همه ایمانم مندازم در ما بینش، بعد دوره یکمک جوش میتم. وقتی که برنجم دم گرفت صافیش کردم، ایره دا میبینین که باسم. خب دوستا برنج مدالت جوش است و ای باید قسم شوه که دانه های زین نرم باشه و نه سخت، که وقتی که ماها به روغن زیر من دازیم با امو یک جا پخته شوه. و حالا میبینیم که دانه هایش بسیار برابر است دوستا عزیز، نه سخت است و نه نرم است. من ایره صافه میکنم، بعد هم در دیگ مندازم بر شما نشان میدم. خب دوست عزیز، ما برنج خود صافه کردم و حال همو ها بروغن خود که با پیاز جور کردم، زیره و همه چیزش هم مسالجاتش انداختم، ایره در پایین دیگ مندازیم. در پایین دیگ مندازیم، بعد برنج خود ترش علاوه میکنیم با ماش خود. خب برنج ما را صافی کردیم، خلاص شده و ایره من دادم دوستای عزیز. ما ایره بدن داخل داش تیر میکنم تا بالا و پایین ازی دم بکشه. خب دوستا حال ماشش علاوه میکنم، ماشش جوش داده هست، به اندازه برنج نرمیش است و هر دوش یک جایی پخته میشه، دم میشه. یک کمک حرکت میتیمش. خب حاجت ازی نیست که ما ای را سراخ کنیم. سراخ در صورت می کنیم که مثلا تفت از پایینش با بالا برایه و همچنان او حرق نکنه، چون هی بالا و پایین زیر ما داداش می مانیم، با او خاطر ما ای را کدام سراخ نمی کنیم. بالا و پایین از دو طرف هی را آتش می زنه و باعث حرقش نمی کنه. در پایین داش تقریبا در رقمیشم روشن کردیم، در قسمت پایین داش میمونینش. بعدا در دقیقه یا 15 دقیقه متوجه میباشین وقتی که برنج در حالت صدا زدن شد، یعنی یک ترقص از خود میکشه، بعدا او را پس کنین. خب هموطنهای عزیز، ما بعد از گذشت 15 دقیقه از دم دیگ خود خلاص شد و حال به این شکل شده دوست عزیز. ما حال میکشمش، شما ببینین کاملا غذای صاف و ساده افغانی است، مشپلو افغانی. شما میتونین که روغن سرخ کنین
بسرش هر کس که روغن زیاد خوش داره میتونه که بسرش سرخ کنه و بریزه، او خوبتر مزدارتر میایه از ای که روغن اندازی. من چون روغن نم اندازم نخوش ندارن، به او خاطر ننداختم. اصلا پلو باید از سرش روغن سرخ شوه، انداخته شوه. خب با متنای عزیزم هی بود ماش پلو افغانی که امروز من تهیه دیده بودم و آماده کردم، و تا برنامه بعدی آشپزی شما را به حلای پاک و بی‌نیاز مسپارم. هر لحظه و هر ساعتتان دوست عزیز خوش بگذره. خدا حافظ. ناصر شما.